سلام علیکم موست ویلکم ٹو سپوکن انگلش ات ہوم یوٹیوب چینل ٹوڈے ائی وڈ لائک ٹو ایکسپلین اباؤٹ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس خوشامدین په یوٹیوب چینل سپوکن انگلش ات ہوم درس امروزې ما تعریف او جمله سازی با زمانه گذشته کامل است اوبل یاداوی است کی ای درس مربوط به کسای میشه که شش زمانی ساده را یاد داشته باشه و حداقل انگلیسیشان به لیول متوسط باشه هرچند این تشریح تشریح بسیار ساده و آسان است بیشتر روی جمله سازی تمرکز شده میاییم اول تعریف میکنیم ببینین دوستای گرامی definition of past perfect tense تعریف زمان گذشته کامل تعریف زمان گذشته کامل چه قسم تعریف میکنیم میگیم the past perfect tense is used to show an action or a state that started and finished before another time or action in the past at an unclear time زمان گذشته کامل عملی یا وضعیت را نشان میدهد که قبل از یک عمل یا یک وضعیت دیگر در گذشته در وقت نامعلوم اتفاق افتاده باشد خب یعنی چی؟ به این مفهوم که ما به طور مثال فکر کنین که ما اکنون تازه یک وظیفه گرفتیم و من حیث حسابدار در یک شرکت خصوصی کار میکنم کسی از همکارا از ما سوال میکنه که آیا شما قبلا هم در سیستم بانکداری یا در سیستم مالی کار کردین من میگم بله مدت پنج سال ما قبلا در بانک کار کردیم یعنی فعلا که کار میکنم پیش از عمل ای عمل،, عمل کار کردن ما اتفاق افتاده میایم این در جملات خود اینجا میگیم که جملات برای ما کار آسانتر بسازه I had visited Islamabad twice in the past I had visited Islamabad twice in the past. من دو بار اسلام آباد را در گذشته دیدم یا دو بار در اسلام آباد رفتیم به این مفهوم که ای بار سوم میشه دو بار قبلا رفتیم به طور مثال she had gone to Islamabad she had gone to Istanbul once before her university She had gone to Istanbul once before her university. خب یک دختر خانم تازه فکر کنین دانشگاه میخوانه در استانبول ما میگیم که او قبل از دانشگاه خود یک بار استانبول رفته بود He had worked in the bank for several years He had worked in the bank for several years او در بانک برای چندین سال کار کرده They had studied university by English language. They had studied university by English language. آنها دانشگاره به زبان انگلیسی خاند. We had won them twice in the past. We had won them twice in the past. ما دو بار در گزشته آنها را بردیم. یعنی فکر کنین ما در یک تیم کار فوتبال بازی میکنیم و یک تیم دیگه تازه قصد است که امرای ما چی شوه امرای ما مسابقه داشته باشه من میگم که در گذشته ما اونا را دو بار بردیم این عملی که قبل از یک عمل دیگر در وقت نامعلوم اتفاق افتاده بود. تا ای جره تنها تعریف زمان گذشته کامل بود حالی میریم که چطور جمله سازی کنیم ببینین دوستای گرامی و شنوندگان عزیز علاقمندانی اسپوکن انگلیش ات هوم یوتیوب چینل میاییم بینیم میبینیم استیتمنت یا بیانی مثبت. در بیانیه مثبت در شروع جملات ما باید اونمو سبجک پروناونای ما یا تنها به اس نشان داده شده سبجک باید ای بیایه. بعد از او حد بیایه. به خاطر ازی که گذشته کامل است در گذشته کامل ما باید گذشته هف و حس استفاده کنیم که گذشته حرف و حس چی است هر است بعد از او حالت سیوم فعل است حالت سیوم فعل شما میدانین در در گذشته هم در یوتیوب چینل ما گفته شده که فعلا به دو رقم به حالت دوم و سوم تبدیل میشه افعال با قاعده افعال بقایده مثلا ورکت ایدی گرفته ای حالت سیوم فعل است و کامپلمنت یا تکمیل کننده جملات ما هست این می I had worked in a bank for three years I had worked in a bank for three years من در یک بانک برای مدتی سه سال کار کردم یا به مثال She had worked in a bank for three years او دختر خانم برای مدت سه سال در یک بانک کار کرده است ای قبل از یک عمل دیگه انجام شده و در گذشته وقتش نامعلوم است میریم جمله سازی منفی را میبینیم هم یک بار دیگه میخوایم میر تکرار کنم که لطفاً در affirmative statement بیانی مثبت این فرموله از پیش دان فراموش نشود او کدام فرموله هست اینی فرموله ایره که ما فعلا ای را چی کردیم سلکت یا انتخاب کردیم سبجکت جمع حد جمع حالت سوم فعل جمع کامپلمنت لطفا ایره به خاطر بسپاریم میریم در سلایت بعدی و میبینیم که بیانه های منفی چه قسم جور میشه نگتیف استیتمنت یا بیانی منفی در هم ما زیاد تغییرات نمیاریم تنها کاری که انجام میتیم ما بعد از حد چی میکنیم؟ یک نات اضافه میکنیم خب سبجکت های ما خودش است بعد از او حد است بعد از او این نات اضافه شده حالت سیومی فیل از یاد ما نروه for example, we had not worked for five years. we had not worked for five years. we had not worked for five years. you had not worked for five years. he had not worked for five years. یا او پسر برای پنج سال کار نکرده یا او مرد برای پنج سال کار نکرده ای بود از بیانیه منفی یک بار دیگه تکرار میکنم لطفا در بیانیه های منفی ای استرکچر یا فرموله را فراموش نکنید. سبجکت جمع حد جمع نات جمع حالت سوم فعل و جمع تکمیل کننده جمله ای بود و تفاوت بین بیانی مثبت و منفی تنها با یک علاوه کردن نات تفاوت پیدا شده به غیر از او تفاوت وجود نداره میریم آل سوالیه را میبینیم که چطور جملات سوالیه بسازیم در جمله سازی سوالیه مثل همیشه باید ما چی را سر جمله بیاریم ما باید اونمو فعلای کمکی خود سر جمله بیاریم فعل کمکی ما اینجا اونمو حد است خب خیلی سترکچه رو میگیم جمع سبجک جمع آلت سی او جمع کامپلمنت یا تکمیل کنینده جمله و در آخر چون سوالی است علامه سوالیه هم به نویشتاری از یاد ما نروه اینه به طور مثال ایجا هدای ورکد ببخشین ایجا working مانده از حتما از سلایت های بعد قبلی ما مانده اینه میره میخوایم که تغییر بتم حالت سوم فعل البته فعل نباید اینجی بگیره ای اشتباهی چی شده اشتباهی قلمی شده که از پیش ما ای مانده که اینا من تغییر دادم آلی می خانم had I worked for two years before you joined قبل از که شما در اینجا بیاین استخدام به وظیفه شوین اینجا چه وقت کار کرده بودم؟ دو سال کار کرده بودم had you worked for two years before I joined in مثال. قبل از اینکه ما ایجا شامل کار شوم آیا شما دو سال ایجا کار کرده بودین؟ Had they worked for two years before you joined? آیا آنها دو سال ایجا کار کرده بودن قبل از اینکه شما استخدام به وظیفه شوین؟ همه قسم به هی شی اید. فراموش ما نشوه استرکچر که استرکچر چه قسم است؟ اینه یک بار دیگه استرکچر ما مرور میکنیم و ای را اگر استرکچر ما دقیق بگیریم میشه که صدها جمله دیگه خود ما بسازیم حد جمع سبجکت جمع حالت سیوم فیل جمع کامپلمنت و در نوشتاری علامه سوالی از یاد ما نروه چنانچه که ما ایجا علامه سوالی ها را نوشته کردیم لطفاً این موارد یاد داشته باشیم در اخیر یک چند سوالیه های WH question یا WH words یا information question ساختیم دونا را هم با هم مرور میکنیم ببینین Where had you studied English before I graduated? Where had you studied English before I graduated? قبل از که ما فارغ شوم شما انگلیسی را در کجا خونده بودین؟ I had started English in spoken English at home. ما انگلیسی را در spoken English at home خوانده بودم. What had he brought you from Hajj as gift? What had he brought you from Hajj as gift? من حیث توفه از حج او برای شما چی آورده بود؟ He had brought me a turquoise ring. He had brought me a turquoise ring. او یک انگشتری فیروزه برای ما آورده بود. Who had worked here before you joined? Who had worked here before you joined? قبل از اینکه شما ایجا استخدام شوین کی اینجا کار میکرد؟ His younger brother had worked here. His younger brother had worked here. برادری جوانتر یا کوچکتری ایشان اینجا کار میکرد How long had they lived in Iran? How long had they lived in Iran? آنها برای مدتی چقدر وقت در ایران زندگی کرده؟ They had lived in Iran for four years. They had lived in Iran for four years. آنها چهار سال در ایران زندگی کرده بود. و فعلا زندگی نمیکنند. چون باید این عمل قبل از یک عمل دیگه اتفاق افتاده باشه Why had you woven carpet in Pakistan? Why had you woven carpet in Pakistan? چرا شما در پاکستان قالین بافی کرده بودین؟ We had woven carpet to feed our family there. We had woven carpet to feed our family there. ما اونجا قالن بافی به خاطر ازی کرده بودیم که فامیل خود امراری معاش کنیم امیدوار که این تشریح و همچنان این استرکچر و جمله سازی زمان گذشته کامل با شما مومد واقع شوه If you are interested to learn more about spoken English at home uh, materials, so you can like or follow our spoken English at home facebook page with this background and in this name so moreover if you are interested especially to memorize the news words so you can join spoken english at home uh, facebook group uh, which is followed by um, more than thousands of uh, followers so see you soon